همشون قشنگن، یکی از یکی قشنگتر. مراد اینا رو ول کن، زود برو تو اتاقت. من تو اتاقم دیگه، گفتم میخواییم بخوابیم. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. چه پارچه یه قشنگیه، جسش هم خیلی لطیفه. بیا بهش دست بزن، زود باش دیگه. شما بهش دست بزنی. خیلی لطیفه. برای شما چی آوردن؟ یه بلوز خیلی قشنگ. همه این کادوها قشنگن، ولی بابا هیچ کدوم از اینا رو انتخاب نکرده. بابا میدونه من این رنگو دوست ندارم، نه اینو نه اینو. ولی تو که عاشق رنگ آبی بودی. دیگه نیستم. نهال، مراد برو، یه چیزی یادم رفته. ای خدا، یادم رفت چی فراموش کردم. مراد. آها، یادم افتاد، فراموش کرده بودم بوست کنم خواهر. ولی این همون بهونه‌ای بود که اولین بار به خاطرش اومدی. نه خیر، برو بیرون. زود باش مراد، لوس بازی بسته. شبتون بخیر. شب بخیر. شب بخیر. بسته دیگه، میخواییم بخوابیم. مگه تو نمیخواستی امشب بیدار بمونی؟ من خستم، میخوام بخوابم. لباساتو زمین ننداز. بعضی وقتا خواهرم عصبانی میکنه. صداتو میشنوه، ناراحت میشه. اون نمیذاره من با رنین بشینم. ولی رنین که دوست تو نیست. خدا کنه وقتی بزرگ شدم ازدواج نکرده باشه تا ازش خواستگاری کنه. تفاوت سنی اصلا مهم نیست. ببین بابا و سمر ازدواج کردن، خیلی هم خوشبختن. شما عاشقشید نه؟ چقدر تو باهوشی. پسرم این دستگاه رو برای چی آوردی؟ این یه ریش تراشه. چقدر دکمه داره، مثل کنترل تلویزیون میمونه. فکر همه چیو کردن، برای صورت، گردن، موی سر، برای همه چی دستگاه ساختن. آره به خدا، هر جا میره برای همه سوغاتی میاره. خدا خیرش بده. حتی اگه تمام سوغاتی های عالمم بیارن نهال راضی نمیشه. دیدی چه بی احترامی کرد؟ گیر داده مهند رو میخواد، اونم مهمونی رو خراب کرد. موضوع مهند فقط یه بهونه است. من میدونم این دختره چشه، با سمر خانم مشکل داره. حالا که سریال غیبت شروع شد من میرم بخوابم. شب بخیر. پسرم بهتره تو هم بلنشی بری بخوابی، خوب نیست بیش اینا بمونی. شب بخیر. شب بخیر. راستی فراموش کردم، باید به اتاق عدنان بک آب میبردم. وای خدا، جمیله میشه تو براش آب ببری؟ چی میگی؟ جمیله براشون آب ببره؟ دخترین وظیفه ی توه. وای. به خاطر منم شده ناراحت نباش. نهال هیچ وقت این کارو نمی کرد سمر، ناراحت نشو. باور کن ناراحت نشدم، حتی فکرشم نکردم. من اینو میدونم، اون هنوز یه نوجوونه. تازه میدونه تو چقدر دوستش داری و
بهش وابسته ای و میخواد همه ی دنیا اینو بدونن. اون یه دختر بچه یه ساده است که هنوز خیلی به تو احتیاج داره، به خاطر همین میخواد محبت تو بهش نشون بدی. من واقعا نگران مهندم. حرفی که درباره نهال زدی به مهندم بر میگرده. تازه جدا از این حرفا، اون یه جوون تنهاست، هر کاری که بکنه به خاطر تنها بودنشه، به خاطر نگرانیش از آینده. هرچقدر که در ظاهر ساده است ولی از تو خیلی دل واپسه. میخواد از تنهایی فرار کنه. من و پدرش کودکی اونو با هم گذروندی، از زمان بچگی با هم بودیم، درست مثل دورانی که نهال اون با هم گذروندن، یعنی با هم بزرگ شدن. اون با همسرش تو تصادف مردن؟ فقط مهند زنده موند، یه طفل کوچیک یتیم تو این دنیا گناهی نداشت، قسمتش این بود. این خواست خدا بود که یکی دستشو دراز کنه و اونو نجات بده و من این کارو کردم. گاهی وقتا که به مهند نگاه میکنم، یاد روزایی که کیف به دوش جلوی دروای میساد میافتم. میترسید بیاد تو، ولی بعد که اومد سعی کرد خودش رو تو دل ما جا کنه، چون میخواست پیشش بمونیم. اگه دوستش داشتی پس چرا گذاشتی بره؟ بگو بیاد و با ما زندگی کنه، اینطوری بهتره. فردا باهاش صحبت میکنم. شب بخیر. کار من تموم شده. نقشه پروژه رو آماده کردم. به محض موافقت شما کارمون رو سریع شروع میکنیم. تو چی کار کردی؟ تمام هفته رو کار کردی؟ آخرین باری که هم دیگر رو دیدیم هیچ کاری نکرده بودی، اما حالا همه رو کامل کردی. شرکت های دیگه روی این زمین چشم گذاشتن، باید عجله کنید. الان میخوام با مهند صحبت کنم، بعدن تو دفتر راجع به جزئیات صحبت میکنیم. باشه. سلام. سلام، صبح بخیر. بیا بگیر بشین. فکر کنم زود از خواب بیدارت کردم. نه، وقتی مدرسه باز میشه زود بیدار میشم. قهوه میل داری؟ نه ممنونم، مرسی. ازتون معذرت میخوام، دوست نداشتم بی احترامی بکنم، ولی پیش اومد دیگه، نمیدونم چرا شما رو جریحه دار کردم. ولی شما توی همه این سالها منو بزرگ کردید. حتی وقتی تو ماحصل بودین هم واسه من پول حواله کردین. مگه انتظار دیگه ای ازم داشتی؟ بعد از اون اتفاقی که افتاد نمیدونم خیلی شرمنده شدم. الان 25 سالمه و توی این مدت مدیونتونم. خب راستش نمیخوام بیشتر از این مزاحم باشم. بعد از اون اتفاق هنوزم متاسفم. صبر کن.
آروم باش. میخواستم باهات حرف بزنم. خواستم بیای اینجا که اول حرفمو بهت بزنم، بعد هرچی خواستی بگی و بشنوم. معذرت میخوام. خیلی خوب. اتفاق بود، یه سوء تفاهم که نباید پیش می اومد، ولی دیگه لزومی نداره که انقدر بزرگش کنیم. دیگه نمیخواد ادامه بدیم چون ارزششو نداره. از الان به بعد دیگه نمیخوام راجع بهش صحبت کنیم. این استرس و نارومی روی بچه ها تأثیر گذاشته. قانون و نظمی که تو خونه بود نباید به خاطر اومدن سمر از دست بره. ما همه به تغییرات عادت نکردیم. در این صورت اگه اتفاقی پیش بیاد باید تحملش کنیم تا بچه ها عادت کنن. همینطور تو مهند. حق با شما سمو، ولی من نمیخوام بیشتر از این مزاحم باشم. همین حرفت منو آزار میده. دیگه پیچیده ترش نکن. برگرد به خونه و تو هر وقت که خواستی اونجا بمون. خوب فکر کن. اون خونه الان یه خانوم داره. اون سمر همسر منه. هر بی احترامی به اون به من برمیگرده. و اگه کسی اونو ناراحت کنه منو ناراحت کرده. من میخوام به خونه برگردی و حرفامو فراموش نکنی. میخوام یه چیزی بگم. اولا از این که خواستیم برگردم ممنونم، ولی من میخوام تو خوابگاه دانشجویی بمونم. میخوای تو خوابگاه بمونی؟ باورم نمیشه. خب اینجوری خیلی بهتره. تو جو درس میمونم و زمان بیشتری برای درس خوندن دارم. مزاحمتی هم برای شما ندارم. آخر هفته هم میام میبینمتون. هر جور که راحتی، خودت بهتر میتونی. بچه هم به نبودن من توی این مدت عادت میکنن. اینطوری هر کس تجربه خودشو داره. امتحان میکنی. ممنونم. سب کن ببینم. زیاده روی نمی کنم. بشیر تو رو خدا وایسا. فرار نکن. چه خبری؟ کجا میری وایسا؟ ببینم وایسا. فرار نکن بشر. وایسا اومدم. اگه تونستی منو بگیری. وایسا چی شده مراد؟ ماما واسه بشیری شراش آورده. منم میخوام پشت موهاشو بزنم. این پسر دیوونه شده. بیا دیگه. نه حال یه چیزی بهش بگو. بگیرش ولش نکن. منم میام پایین. وایسا ببینم گرفتنت. وایسا ببینم خواهر بگیرش. بودم بچه ها آرومتر. وایسا ببینم خواهش میکنم کمی آرومتر باشی. بشیر وایسا برو از اون بر بگیرش. صبح بخیر. صبح بخیر. چی شده؟ هیچی. بشیر شده از با بازیشون. بگیرم یه تاره بازی. بچه آروم تر اینقدر ندوین. بشیر مراد گرفتمش. بادو بیا عجله کن زود باش. دخلت اومده. گرفتیمت اینجا بشیر. نمیخواییم دست از سرم بردارین. بشیر تکون نمیخواییم ما تو کوتاه کنیم.
میخوایم اصلاحت کنی. تکون نخور بشی. اینجا رو میبینین با مزن. دیشب خوب خوابیدین؟ خوب خوابیدم، ولی دوست داشتم یه کم دیگه هم بخوابم. میرم بگم صبحونه رو آماده کنن. نه من میرم، بهت میاد. جدی؟ خودم هم خوشم اومد، خیلی ممنونم. خواهش میکنم، خیلی قشنگه. بشیر تکون نخور. مراد این دیگه چه مدلیه؟ مراد از گردنش شروع کن. میخوام آت از صفحه دارم. خواهش میکنم مراد، فقط دور موهاشو بزن. بشیر گناه داره، مثل گوسفند شده. دیوونه، نگاه کن خودشو مسخره کرده. خب چی کار کنه؟ خودشو بازیچه بچه ها کرده. صبح بخیر. صبح بخیر خانم. صبحانه حاضره؟ بفرمایید. نه فقط قهوه میخوام. مگه میشه قبل از صبحانه قهوه بخورین؟ متاسفم، همین الان حاضر میکنم. فقط پشت گردنمو بزنی یا مایی سرمو کاری نداشته باشی. بشیر اینقدر تکون نخور، خراب میشه. آره اگه یه تیکش خراب شد بقیهش هم شما رو صفر. نه حال مواظب باش ماما نزنه. نه ترس دیگه، دیوانه شدی؟ مراد بس دیگه، بدش به من. میگم بدش به من. نمیخوام کار از یه تکنه. ای بابا، حالا دارن روی سرم نقشه جهانه میکشن. بشیر بلند شو، بلند شو، برو درو باز کن، زود باش. بودو دیگه. نخوام ببینم. تکون نخور دیگه. بشیر برو درو باز کن دیگه پسر. بشیر نمیتونه. استغفرالله. مراد حواست به این تیکه باشه. خرابش نکنید. صورتتو برگرد. فیروزه خانمم با اوناست. اینجوری گروه مالک بیگ تکمیل میشه. برو استقبالشون، زود باش. قیافشو نگاه کن. بی سال سمر، موازه باش آروم. دلم برای تنگ شده بود. منم همینطور. چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ منم خوبم. خوش اومدین. مرسی عزیزم. مامان میخواست منو ببره نمایشگاه، ولی گفتیم اول بیایم اینجا یه قهوه بخوریم بعد بریم. سلام. سلام. خیلی خوش اومدین. سلام. سلام مادمازل. مراد بس دیگه، صبر کن، انقدر تکون نخور دیگه. نه چیزی شده؟ چیزی نیست. تکون نخور، با صفر میزنم. بلکن بابا، کچلم کردی. یکم تحمل داشته باش. بازی بسه دیگه، بدش من. وای خدا از دست تو. اینا چرا اومدن؟ نه حال زشته، اینا مهمونن. زود باش، برو سلام کن. یالا باشه، میرم. معذرت میخوام. چی شده؟ خانم جادوگره اومده. فیروزه خانم با بیسان. بچه ها خواهش میکنم، من که رفتم. معذرت میخوام، من میرم یکم مطالعه کنم. منم میرم تو اتاق یکم آهنگ گوش کنم. آه
مسافرتمون خیلی خوب بود. از نون منو هر روز سورپرایز میکرد، هر روز صبح منو با یه سورپرایز جدید بیدار میکرد. همه چیز مثل تو قصه ها بود. پس یه ماه عسل عالی بوده. آره یه رویا بود، خیلی خوب بود. اگه این حرفا رو عدنان بک بشنوه حتما میگه تو هیچ جا نرفته بودی. فکر نکنم حتی شما هم تجربه کرده باشین. خوش اومدی. خوش اومدی. ممنون نهال جان. حالت چطوره دخترم؟ خوبم. تو چطوری خوشگله؟ منم خوبم. خدا فیروزه خانمو حفظ کنه، در غیاب شما ما رو اصلا تنها نذاشت، به ما زیاد سر میزد. پس اینطور. خیلی ممنونم مامان. ما خیالمون راحت بود چون میدونستیم شما به بچه ها سر میزنید. ببخشید من مهمون دارم. آره راستی اون بنا تنها. نهال جان یه لحظه بیا اینجا. این کادوی تولدته. چرا زحمت کشیدی؟ نه چه زحمتی، امیدوارم خوشت بیاد. خیلی ممنون. بازش کن. چه خوشگله. قشنگه. خیلی قشنگه. لطف کردی. مبارکت باشه عزیزم. با اجازه، بازم ممنونم. بفرمایید. دستت درد نکنه نوشه جان. ممنونم. سمر این دختر نهال نگاهش خیلی سنگین بود، اصلا خوشم نیومد. برعکس دختر خوبیه. تو اینجوری فکر میکنی؟ گول ظاهرشو نخور، اون مثل یه آتش فشانه که هر لحظه فوران میکنه. باور کن عذابت میده. نگران نباش، اون یه بچه است. اون نمیخواد با من راحت باشه چون ضربه دیده. من درکش میکنم، میدونم چجوری باهاش رفتار کنم.